سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع رتبه یا رنگ توی اکسل با هم صحبت بکنیم. ما توی اکسل دو نوع تابع رنگ داریم که میاد رتبه های هر کدوم از افراد رو واسه ما مشخص میکنه، هر کدوم از آیتم ها رو مشخص میکنه. ببینید وقتی که ما نمره داشته باشیم بر فرض مثال، یا اینکه یک سری عدد داریم که میخواییم به بزرگترینش رتبه یک رو تخصیص بدیم، بر فرض مثال به یکی مونده به بزرگترین رتبه دو و به همین ترتیب رتبه بندی بکنیم بیاییم پایین، یا برعکسش هم میشه، مثلا به بزرگترینش رتبه آخر رو بدیم به کوچکترین رتبه اول رو بدیم. بستگی داره که مثلا نمرتون یا امتیازی که داریم میدین چه معنی داشته باشه، بر اساس اون خواهیم رتبه بندی رو انجام بدیم. خب ببینین، یه کارش این است که من میتونم سورت کنم اینا رو، خودم رتبه بندی بکنم، مثلا 1-2-3 قرار بدم، یا اینکه از این تابع رنگ استفاده بکنم توی اکسل. تابع رنگ یه دونه قبلا بودش، رنگ خالی بود که قدیمی شده و الان تابع رنگ دات اوریج و رنگ دات ایکیو وجود داره. رنگ دات ایکیو تابعی هستش که میاد با اونایی که امتیازشون برابر هستش رو یک رتبه در نظر میگیره. یعنی مثلا اگر من نفر دوم هستم با مثلا نمره 70، یک کس دیگه هم که نمرش 70 اونم رتبه دوم هستش، پس هر دومون رو یک رتبه در نظر میگیره. خب ببینید، واسه اینکه از این تابع استفاده بکنیم ما سه تا ورودی رو باید واسش مشخص بکنیم. اول اینکه اون نمره‌ای که میخوای رتبه بندی بکنی رو باید تعریف بکنی، که خب میشه مثلا اینجا سلول B2. بعد رفرنس منظور اون آرایه‌ای از اعداد هستن که میخوای بینشون رتبه بندی انجام بشه. مثلا اینجا من نمره پایانی دانشجویان رو دارم، میخوام رتبهش رو بر اساس این دانشجوها، بر اساس این افراد رتبه بندی بکنم، این رو، این نمره رو، رتبهش رو توی این رنج پیدا بکنم. من کل ستون رو انتخاب کردم، میتونستم فقط رنجم رو اینجوری انتخاب بکنم، اما کل ستون رو انتخاب کردم چون این تابه فقط اعداد رو در نظر میگیره و متن و اینا رو در نظر نمیگیره. خب بعدش در واقع ترتیب هستش. میخوای اونایی که بیشترین هستن رو رتبه یک بذاری، مثلا من اگر 100 گرفتم رتبه یکم، اگر مثلا 90 گرفتم رتبه دوم، و به همین ترتیب بیام پایین، یا برعکس میخوای مثلا اونی که 0 گرفته رتبه اول باشه، اونی که مثلا 2 گرفته رتبه دوم باشه. اینجا ترتیب رو مشخص میکنه. اگر 0 قرار بدی، یعنی فالز باشه، اینجا بهت گفته که به صورت دسندینگ هستش. یعنی چی؟ یعنی اونی که بیشترین هست رو رتبه 1 میذاره و اونی که کمترین هست رو رتبه آخر میذاره. و اگر اینجا 1 در نظر بگیری برعکس میشه و میشه اسندینگ. اسندینگ یعنی این که اون شخصی که نمره بالاتری رو گرفته رتبه بالاتری رو میگیره. مثلا اگر من اینجا 100 گرفته باشم و مثلا چند نفر داریم، 32 نفر داشته باشیم، رتبه 32 رو میگیرم اگر 100 گرفته باشم. خب که این بسته به معنی اون امتیاز شما رو داره. ما مثلا واسه نمرات دوست داریم کسی که نمره بیشتر گرفته رنگش مثلا اول، دوم، سوم باشه. خب به خاطر همین 0 رو انتخاب میکنیم که این 70 میده رتبه 10 در واقع. اگر این رو دابل کلیک کنیم میاد پایین و اینجا میبینیم که نمره 95 رتبه اول رو گرفته و بالاتر از 95 وجود نداشته. و اینجا یه مورد دیگه هم توجه بکنین، مثلا من اینجا یه رتبه 21 دارم واسه 5846، یه رتبه دیگه هم 21 دارم واسه 5846. خب پس داریم میبینیم که واسه یک نمره من یک رنگ یا یک رتبه رو دارم. اما اگر بخوام از رنگ دات اوریج استفاده بکنم، ببینیم ورودی ها به همون صورته. یعنی اول من نمره رو قرار میدم، بعد رنجم رو در نظر میگیرم، بعد ترتیب رو مشخص میکنم. اما تفاوت رنگ دات اوریج این هستش که اونایی که نمرات مشابه دارن و دیگه یک رنگ دیگه 21 قرار نمیده، مثلا میذاره 21.5 یا 20.5 و به صورت میانگین بین اونها قرار میده. رتبه هاشون رو میانگین گرفته. به چه معنی هستش؟ بیاین اینجا سورت کنیم که با هم دیگه بهتر ببینیم. من اینجا فیلتر رو قرار میدم بر فرض و میام از A to Z سورت میکنم که رتبه 1-2-3 میاد اینجا ترتیب میشه و داره به من نشون میده که مثلا 95 رتبه 1 رو گرفته، 87 رتبه 2 رو گرفته، 83
رتبه سوم رو گرفته، 83 داشتیم دوباره اونم رتبه سوم رو گرفته، اما عدد بعدی که 82 هست رتبه 4 نگرفته، رتبه 5 گرفته. یعنی این 3 4 که باید بشه کردتش 5. خب حالا تو اینجا نگاه بکنیم، رتبه 1 و 2 که یکتا بودن و وجود 1 2 گذاشتن، اما 3 و 4 اومده 3 و 4 رو با هم جمع کرده تقسیم بر 2 کرده شده 3 و نیم، و اینجا دوباره 5 و 6 رو جمع کرده تقسیم بر 2 کرده و شده 5 و نیم. حالا اونجایی که رتبه مثلا 3 تا مشابه هم داشت اینجا 22 بودش، من اینجا 3 تا 58 داشتم، تا اینجا رتبه مثلا ناکنین چندم میشدش، بر فرض 20 هستش، کانتش 20، اومده 21 و 22 و 23 رو با هم جمع کرده و تقسیم بر 3 کرده که شده 22، و به خاطر همین رتبه 22 رو قرار داده، میانگینش رو قرار داده. خب اینم از تابه‌های رنگ هستش که واسه رتبه بندی استفاده میشن و واسه جایی که ما میخواییم مثلا گزارش بدیم، خیلی جاها شاید نتونیم نمره یا امتیاز رو گزارش بدیم و فقط رتبه بندی میکنیم. مثلا یک جایی مثل انتخاب کردن گزینه ها، من 10 تا گزینه دارم، میخوام بین اونها رنگ اول رو انتخاب بکنم، اول و دوم رو انتخاب بکنم. وقتی که میخوام انتخاب کنم امتیاز بندی میکنم، حالا ما متدهای امتیاز بندی دارم، ولی دیگه امتیازش رو نشون نمیدم، فقط رتبه نهایی رو نشون میدم که چیزی هستش که اینجا دارم. خب ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.